قرار بود یه کاری کنیم. امید مثل آدم توضیح بده. چی کار میخواستیم بکنین؟ راستش مهمت آدم درستی نیست. حتما میخواست کسافتکاریوش انجام بدیم. آفرین به شما. واقعا آفرین. که خوب خودتونو تو دردسر انداختین. حاضر بودم برای اینکه اذیتم نکنن هر کاری بکنم. مشکلی نیست باشه؟ هست. حق نداری بدون مشورت با من کاری بکنی. چرا مثلا با حقوقی که تو میگیری شکممون به زور سیر میشه. تو که نمیتونستی اون پولو بدی چاره دیگه ای نداشتی. امید آروم باش، پرت و پلا نگو. کجاش پرت و پلا ساسیه؟ یه نگاه به وضعمون بنداز. تو مرغدونی زندگی میکنیم. فکر کردین چون عمو اومد دو جاشو تعمیر کرد حالا اینجا تبدیل به قصر شده؟ چرا این حرفو میزنی امید؟ بیچاره اون همه زحمت کشید. برادر من از عمو انتظاری ندارم. دارم شرایطمون رو توضیح میدم. دو کروش پول تو جیبمون نیست، حتی یه چایم نمیتونیم بخوریم. اون مهمت هر کاری میگفت انجام میدادم. ته کفشم سوراخ شده، میفهمی؟ هرچی به چسب میزنم بازم آب میره توش. چیز زیادی میخوام. میخوام وقت گشنمه یه سیمیت بخورم. چیز زیادیه؟ فقط یه دونه سیمیت. میخوریم. کفشم برات میخوریم. واسه نخورده داشت. خودم هرچی بخواین میخورم. اما تو هم یکم به این فرصت بده. تعمل کن. برو مدرسه درس تو بخون. من چیز دیگه ای ازت نمیخوام. خودم میرم با مهمت حرف میزنم. از الان تنها طرف حساب مهمت فقط منم. شما دوتا اصلا دخالت نکنین. عزیز دلم، خودم میومدم دنبالت. حیات تاریکه، نترسیدی؟ نترسیدم. چیز بدی شده؟ نه عزیزم، چیزی نشده. خب دیگه من برم خونه. تازه باید به مادرم هم حساب پس بدم. شبتون بخیر بچه ها. بگن دندن ایارم بلکی gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla